سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم این روزها جهان درگیر یک اتفاق عجیب و غریب است اون اتفاق هم مربوط به جنگ غزه نیست مربوط به تناقضی هست که به شکلی زننده داره خودش رو نشون میده در اوکراین جنگی به راه افتاده در غزه هم جنگی به راه افتاده غرب برای جنگ در اوکراین هزینه میکنه غرب در جنگ اوکراین رو داره غرب در رو روی جنگ اوکراین مدام حرف میزنه غزه سانسور شده است اتفاقات منطقه ما سانسور شده است انسان هایی که اینجا کشته میشوند محکوم به کشته شدن در سکوت هستند به افغانستان هم به عراق هم به غزه هم محدود نمیشه برای همه ما هر موقعی که وقتمان برسد اینها اگر زورشون برسه این شکلی دوست دارن رفتار بکنن دنیا این تناقض ها رو داره میبینه اتفاقات کف خیابان های غرب نشان میدهد که خیلی ها چشم هایشان باز شده است و ما امروز در 149 مین روز از جنگ غزه درباره این اتفاق ها صحبت میکنیم اگر موافق باشید بریم شروع بکنیم اتفاقات امروز رو من دیروز اگر یادتون باشه خدمت شما عرض کردم گفتم که بنیگانس از کابینه جنگ رژیم صهیونیستی قرار بره آمریکا و با توجه به اینکه اینا محدودیت گذاشته بودن دولت نتانیاهو محدودیت گذاشته بود درباره گفتگو کردن با مقامات آمریکایی این چیزی که داری میبینی و این حرکتی که در جریان هست به نوعی یک دهنکشی به دولت نتانیاهو یا با در نظر گرفتن نظر ها در فلسطین اشغالی عبور از دولت نتانیاهو به حساب میاد یعنی اینا به این جمعی رسیدن که بعد از جنگ هم نداره الان کار تموم شده است تو الان باید برای رفتن فکر بکنید ظاهرا در فلسطین اشغالی هم خیلی ها مسئله رو این شکلی میبینن من شنیدم که امروز رسانه ها اعلام کردند که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرده که سفارت این رژیم در واشنگتن بنیگانس عضو کابینه جنگ رژیم اشغالگر را در سفر به آمریکا همراهی نخواهد کرد و در جلسات سیاسی هم شرکت نخواهد کرد بدیهی هست که این دستوری از سوی شخص نتانیاهو و از سوی دولت نتانیاهو بوده در پاسخ به این اتفاقی که رخ داده نشون میده اینها از این ماجرا ناراحتن یک خبری هم من دیدم که سی بی آمریکا منتشر کرده متوجه رسانه قرار گرفته به سفر بنیگانس اشاره کرده گفته قرار هست با معاون بایدن و مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار داشته باشه این در شرایطی است که نتانیاهو با این سفر موافق نبوده و به شدت خشمگین بوده است و در پاسخ به این ماجرا تاکید کرده که اسرائیل فقط یک نخست وزیر دارد نتانیاهو معتقد است سفر گانس به واشنگتن با پروتکل معمول در دولت مبنی بر کسب موافقت نخست وزیر با سفر هر یک از وزرا منافات دارد مشروعیت نتانیاهو در داخل و خارج در حال از بین رفتن است و این سفر چراغ سبز آمریکا برای گذار از نتانیاهو به حساب می آید این بخشی از آن چیزهایی هست که خارج از میدان غزه داره اتفاق میفته باید بریم جلوتر ببینیم که کیرو ترکش های خودش را و اثراتش رو بر میدان چگونه نشان خواهد داد من لازم هست تاکید بکنم امروز حمله پهبادی علیه یک تاسیسات شیمیایی در بندر حیفا صورت گرفته کمی بعد از این حمله که صورت گرفته مقاومت اراق در بیانیه ای اعلام کرده که یک ضربه پهبادی به تاسیسات شیمیایی رژیم صهیونیستی زده است تاکید شده که این حمله بعد از ظهر جمعه با اصابت دقیق انجام شده و عملیات مقاومت عراق در حمایت از مردم فلسطین و اهالی مظلوم غزه همچنان ادامه خواهد داشت من لازم هست بر این هم تاکید بکنم امروز مقاومت لبنان چندین حمله علیه رژیم صهیونیستی داشته در برخی از این حملات مراکز رصد مراقبت و مراکز جاسوسی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته مقاومت لبنان اعلام کرده که تعدادی از نیروهای رژیم صهیونیستی رو از فاصله صفر به هلاکت رسونده بعد نیروهای مقاومت گفتن برای اینکه اینها رو جابجا بکنن بالگرد آوردن از بمب‌های دودزا هم استفاده کردن به جهت اینکه امکان انتقال این کشته و زخمی ها برای رژیم امکان پذیر باشد بر این هم باید تاکید بکنم امروز مسئله تبادل اسرا مطرح بوده و هیئتی از سوی حماس وارد قاهره شده برای گفتگو پیرامون این مسئله یک خبری سی درباره این کار کرده تاکید کرده سی که حماس گفته که ما فقط به توافق دائمی فکر میکنیم به این هم دقت بکنید دوستان در همه این ایامی که گذشت الان که به ماه رمزون دارن نزدیک میشن رژیم به تکاپو افتاده اینا به شدت وحشت زدن ماه رمزون برای اینها یک ماجرای غیر قابل پیش بینیه نمیدونن درش چه چیزهایی ممکن است رخ بده از طرفی به دنبال این هستن مسئله رو تمومش بکنن از طرفی الان موقعیت خوبی برای پایان نیست رژیم میخواد از ماه رمزون پرش بکنه میخواد یک پرش دو داشته باشه بعد از این ماجرا دوباره حملات خودش رو اثر بگیره و تکاپوی اینها برای آتش رو هم باید از همین جهت دید من لازم هست برای این تاکید بکنم که در روزهای قبل حرفای مطرح شد درباره حمله اینها به فلسطینی هایی که برای گرفتن غذا برای گرفتن مواد غذایی رفتن به جاهایی که این غذا توزیع شده بیش از 100 نفر اینها در یکی از حملات خودشون به این کاروان گرسنه ها به شهادت رسوندن مسئله اینجا هست که امروز خبر دیگری منتشر شده از اینکه کاروان کامیون های حامل کمک و رژیم سهیونسی بمبارون کرده اگر کسی نزدیک اینا بشه بمبارون میکنه اگر کسی کمک آورده باشه این جواز داده که اینا وارد چند کمک ببرن اینا رو هم بمبارون میکنه این حیواناتی که داریم میبینیم سالیان سال است که در غرب یاد گرفتن از غذا از گرسنگی از چیزهای از این دست به عنوان سلاح استفاده بکنن الان به شکل کثیفی این ماجرا رو داره در غزه رژیم نشون میده لازم هست به این اشاره بکنم که گروه های فلسطینی در بیانی های اعلام کردند که از کمپین جهانی طوفان رمضان حمایت خواهند کرد فکر می کنم تقریبا ده روز با این ماجرا فاصله داشته باشیم به این بهانه در بیانیه خودشون اعلام کردند که جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با توجه به این جنایت ها هم از قتل و کشتار و مصادره اراضی شهرکسازی حد که حرمت به مقدسات و مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها و پاکسازی نژادی و نسل تاکید می کنیم. یک حمایت کامل خود از کمپین جهانی طوفان رمضان را اعلام کرده همه انسان های آزاده را به راه اندازی بزرگترین کمپین جهانی رسمی و مردمی در عرصه ملی منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از قضیه عادلانه فلسطین و فشار برای توقف جنگ و نسکشی در غزه فرا میخوانیم ما میخواهیم این حرکت طوفان جهانی شامل فعالسازی تمامی شیوه های تحریم و قطع کمک رسانی به رژیم صهیونیستی و اعلام اعتصاب و توسن سراسری در تمامی میادین شهرها باشد بر حق آزادی تعیین سرنوشت بازگشت به سرزمین فلسطین و تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس تاکید میکنیم بر حمایت مطلق خود از مقاومت در مقابله با دشمن صهیونیست و بیرون راندن آسر آن از سرزمین فلسطین هم تاکید داریم من لازم هست برای این تاکید بکنم که این بیانیه تکلیف همه ما رو داره روشن میکنه هر کسی در هر نقطه ای از دنیا هست فراخان هایی که اطرافش هست و توجه بهش بکنه ما از 20 اسفند به بعد که وارد ماه رمضان میشیم به شدت نیاز داریم که این اتفاق جهانی رخ بده چندین بار تا الان دنیا پیرامون این مسئله یک بسیج جهانی رو شاهد بوده همه با هم هماهنگ شدن همه مشترک کارهایی کردن یک بار دیگه در ماه رمضان باید این رو به شکل ویژه انجام شدیم هر رفیقی در هر نقطه از دنیا هست ایرانی هایی که صدای من رو میشنوند رفقای ما از دیگر ملیت ها در هر کجای که هستین حتما برای این مسئله گوش به زنگ فراخان ها باشید که به یاری حضرت الله یکی از مهمترین رخداد ها به زودی رقم بخورد لازم هست بر این تاکید بکنم که شهرک نشین های رژیم صهیونیستی برای خرید ژنراتور برق از ترس جنگ تمام ایار رژیم صهیونیستی و مقاومت لبنان حجوم به فروشگاه ها بردن شهرک نشینان از بیم نبرد این اقدام رو دارن انجام میدن آنها میترسن زیر ساخت های شبکه برق رژیم در صورت گسترش دامنه جنگ و تبدیل آن به نبرد تمام ایار مورد هدف قرار بگیره و باعث بشه کالاها و لوازم استراری به ویژه ژنراتور برق و باتری های یدکی به اصطلاح خودمون مورد آسیب قرار بگیره دارن خرید اینها رو انجام میدن من لازم هست برای این هم تاکید بکنم شما اگر دقت بکنی ما توی هفته گذشته بعد از حملاتی که رژیم صهیونیستی به مقاومت لبنان داشته دیدیم توی مواردی قبل از اینکه جنگنده برگرده فرود بیاد در فرودگاه خودش برق پهنه ای از شهرکها در فلسطین اشغالی در شمال فلسطین قطع شده کمی اومدن با اینها شوخی کردن برق شهرک ها رو قطع کردن وقتی اینجا داره میگه که اینا رفتن شروع کردن خرید ژنراتور و باتری و چیزهای از این دست نشون میده اتفاقات در شهرک های شمالی اصلا اتفاقات خوبی نیست رژیم در حوزه رسانه سانسورش کرده اونایی که فهمیدن اونایی که اونجا حضور دارن انقدر نگران هستن که دارن خودشون رو برای یک مسئله آماده میکنن لازم هست اشاره بکنم به حملات مکرر مقاومت لبنان امروز علیه رژیم صهیونیستی و بر این هم تاکید داشته باشم که نشستی برگزار شده از سوی وزرای کشورهای حاشیه خلیج تا قیامت فارس بیانیه صادر کردن گفتن ما خواستار آتش بس فوری در غزه و اطمینان از رسیدن کمک های بشر به ساکنان غزه هستیم دور همون مسخره بازیایی که روزای اول برگزار کردن دیروز هم رئیسی رفته بود قطر گفته بود آقا نشست برگزار کردی بعد از زیاد هیچ اتفاق نیفتاده همه کشورهای عربی دارن مراودات اقتصادی انجام میدن با رژیم سهینسی اصلا کسی تغییر نداده در رفتار خودش این بیانیه هم دقیقا همونه یعنی ما رو یاد اتفاقات روزهای اول انداخته رهبر ایران یه سخنرانی انجام داد دو سه هفته پیش گفت آقا این که شما نشست برگزار می‌کنید تو نشست میگی که ما خواستار آتشبس فوری هستیم این اصلا کار خندهدار و غلطیه آتشبس که دست تو نیست که تو برمیگردی میگی من خواهانش هستم اون کسی که دشمن هست باید بکنه تو مراوده اقتصادی تو باید متوقف کنی این چیزهایی هست که خود این ها بهتر از هر کسی میفهمنش درکش میکنن. منفعتشون این هست که فعلا انکارش بکنن بر این لازم هست تکید بکنم که مقاومت فلسطین امروز موفق شده یک پهباد رژیم صهیونیستی رو به کنترل خودش در بیاره دو تا تانک مرکاوا با بمب‌های مقاومت فلسطین در غزه منحدم شدن تلفات سنگینی علیه نیروهای رژیم اتفاق افتاده شنیدم سه تا از کشته‌های خودش رو رژیم اعتراف کرده و تعدادی زخمی حالا اینا میگن تلفات بسیار بالاتر بوده بر این هم تاکید کردن که علاوه بر دو تانکی که با بمب مورد هدف قرار گرفتن دو تانک دیگر هم با راکت‌های یاسین مورد هدف قرار گرفتن بر این هم لازم هست تاکید بکنم فیلم ها و تصاویری از چادرهای فلسطینی ها که توسط رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته داره منتشر میشه همون جایی که اینا دارن بمب میریزن از اینا میکشن اینا رو مورد هدف قرار میدن فلسطینی ها دارن چادرهاشون رو برای ماه رمضان آماده میکنن یه کمپینی هم راه انداختن تحت عنوان که غزه حق دارد شاد باشد در آستانه ماه رمضان این رو راه اندازی کردن دیوارهای خیابانهای محاصره شده شهر غزه رو با نوشتن عبارات تبریک و عبارتهایی از این دست اومدن تزئین کردن این در حالی هست که الان فلسطین و غزه در اوج فجایعی هست که رژیم داره انجام میده عرض کردم یکی دو تا از فیلم که از جنایت که اینا انجام دادن انقدر فجیع هست از رنده کردن انسانها. اصلا قابلیت انتشار نداره اسیر رو گرفتن رنده کردن من دیدم یکی دو جا عکسشو پخش کردن خواستم مات رو بفرستم واقعا دیدم نمیشه اصلا امکانش نیست در اوج این فجایع و اوج این جنایت ها امروز فلسطینی ها دارن تلاش میکنن که اوج شاد بودن خودشون و اوج روحیه خوب خودشون رو به نمایش بگذارن من لازم هست برای این هم تاکید بکنم که اساق بریک سرلشکر بازنشسته رژیم صهیونیستی اعلام کرده که دو روز پیش علیه سربازان رژیم صهیونیستی یک کمینی اتفاق افتاده این کمین باعث شده که 17 نفر از نیروهای رژیم سهینسی کشته و زخمی بشن این بخشی از آن چیزهایی هست که امروز در غزه در حال رخ دادن من به عنوان خبر پایانی باید خدمت شما عرض بکنم دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد که اطلاعاتی به دست آورده که این اطلاعات نشان میدهد رژیم صهیونیستی دهها فلسطینی را زنده زنده با تانک زیر گرفته است این گروه تاکید کرده که شواهدی در دست دارد که نشان میدهد ارتش رژیم صهیونیستی بعد از آنکه جوانان فلسطینی را بازداشت کرده دستانشان را با دستبند پلاستیکی بسته و بعد از بازجویی با یک تانک ابتدا پایین و سپس بالا آنها را زیر گرفته است مسئله تکان دهنده اینجا هست میگه این همه ماجرا نیست یک خانواده ای اینا داخل یک کانکسی پناه گرفته بودن این مشخص بودی که شهروندان فلسطینی داخل این کانکسن و اینا توی کانکس در حال استراحت بودن ارتش رژیم مستقیما از روی کانکس عبور کرده و این افراد رو به شهادت رسونده پدر خانواده به همراه دختر بزرگش جان داده سه کودک دیگر این خانواده و مادر مجروح شدن داخل این کانکس بودن دختر 13 ساله خانواده به این اشاره کرده گفته این تانک اسرائیلی بدون هشدار قبلی در حالی که همه خواب بودن چندین و چند بار از روی این کانکس رد می شود بعد از این حادثه یکی از چشمان همین دختر بچه که داره صحبت میکنه به شدت تحت فشار قرار می گیره و چیزی نمانده بوده که او بینایی خود را از دست بدهد بعد میگه این همه ماجرا نیست روزهای گذشته هم مشابه همین رو انجام داده و تعدادی از جوانان فلسطینی رو با تانک زیر گرفته بعد میگه که اینا با قبرها هم همین کاری کردن میگه فلسطینی ها رفتن اطراف بیمارستان قبر کردن یه سری از پیکرها رو گذاشتن داخل قبر و اینا رفتن جنازه ها رو له کردن این بخشی از آن چیزهایی هست که این روسا در غزه در حال رخ دادن هست لازم هست تاکید بکنم شیش تا ارتش عربی رو رژیم سهینسی مدعی هست در یک نبرد در هم شکسته بارها و بارها اینها به این مسئله اشاره کردن. فلسطینی ها 149 روزه بابای این ارتش رو در غزه در آوردن هر روز فیلم دارن منتشر میکنن یه فیلم پیروز منتشر کردن فلسطینیه نشسته رو صندلی یه پاش انداخته رو اون یکی پاش با آرپیجی تانکو میزنه با آرامش فیلم میگیره اون یکی هم تاثیر برداری میکنه بعد منطقه رو تک میکنن میرن وقتی متوجه میشین که تانک به اصطلاح خودمون منهدم شده امروز چندین فیلم مختلف مشابه همین منتشر کرده بابای یکی از گستاخترین ارتش های دنیا رو اینها در منطقه کوچک غزه در آوردن و این بخشی از ماجرایی هست که این روسا دنیای ما شاهدان هست از طرفی جنایات فجی اوریان و مدلی از جنایات که ما کمتر مشابهش رو در طول تاریخ دیدیم از طرفی ایستادگی شرافتمندانه ای که نیاز به توضیح بیشتر ندارد تاکید میکنم برای رزمندگان و مقاومت دعا بکنیم جوشن صغیر بخونید بدونید همه اینها سپری هست برای این بچه ها همه اینها یاریگر این بچه ها هست همش به بازوی اینها قوت میده و شما رو در ایستادگی اونها در شرافت اونها در نبردی که به راه انداختن شریک میسازد من طول این ترش نمی کنم اگر شما نکته داشتین اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که این برنامه با پیام ارزشمند شما بشه. خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی دارم وقتتون بخیر